دکتر ورزیده است از معرفی من. خیلی وقت بود که من نبودم به خاطر تابستان، تعطیلات تابستانی و مسافرت که بعد انجام دادم نبودم و الان خیلی خوشحالم که چهره همه دوستان رو یک بار دیگه میبینم. از نزدیک نیست ولی زوم وسیله خیلی خوبیه برای نزدیک کردن همه و خیلی خوشحالم از اینکه در این جمع هستم. دکتر ورزگر از من خواستن که در مورد فرش و تاریخ فرش صحبت کنم برای دوستان. من یک بار این کار رو در یه جمع دوستان اتلانتا خصوصی تر سال گذشته در نگاه میکردم، تاریخش هم سپتامبر سال گذشته بوده، انجام داده بودم ولی هیچ وقت آدینس به این بزرگی نداشتم. واسه همین اگر یک ذره عاطفی شده و احساسی میشم و صدا میلرزه من رو ببخشید، من عادت به سخنرانی ندارم. به هر صورت حالم داره میخنده. به هر صورت من شیر میکنم، من یک سری عکس حاضر کردم که دوست دارم با شما شیر کنم. همونجوری که توی رزومه گفته شد، قبل از اینکه بخوام شروع کنم بهترین رو بگم، من خوب یا بد اون رو واگذار میکنم به شما. علاقه زیادی به فرش‌های شهربافت ایران ایران و هر جای دیگه ندارم. از لحاظ هنری بی‌نظیر هستم، واقعا بی‌نظیر هستم، مخصوصا الان توی چند ساله اخیر. من توصیه می‌کنم به همه دوستان اگر به ایران میخوان تشریف ببرن، اگر مقدور هست براتون، در زمان نمایشگاه فرش ایران به ایران بروید. زیبایی فرشایی که الان بافته میشه در تاریخ نظیر نداشته. فرشای ابریشمی که در قم میبافن، در تبریز میبافن، فرشای واقعا واقعا ظریف و با نمیشه تو گره هاشو دید، در مشهد بافته میشه و دیدن داره این نمایشگاه. من به خاطر کارم خیلی زیاد به کشور ترکیه مسافرت میکنم و بدون اقراق میتونم بگم دو تا از حاله های نمایشگاه، اگر اقراق دخون بکنم بگم، میزان فرش هایی که در نمایشگاه فرش تهران جمع اون همکاران فرش فروش یا اون کسب تولید کنندگان فرش در نمایشگاه میارن، یعنی شما میتونید در اون چند در اون فکر کنم یک هفته است، در اون یک هفته در اونجا ببینید، میزان تعداد و میزان کوالیتی، یعنی از لحاظ کیفیت کار، از لحاظ نوآوری، از لحاظ بزرگی، یعنی اون متراژی که فرش‌های ایرانی دارن توی اون نمایشگاه، یعنی توی مثلا 3 تا یا 4 تا سالن بزرگ هست، به اندازه تمام کشور ترکیه شاید هم بیشتر باشه، چه از لحاظ ولیو، چه از لحاظ ارزش، چه از لحاظ تعداد، بی نظیره. من دوستان ترکم رو میبرم اونجا بعض وقتا که اگه تونستم همگی الکن میشه، زبونشون باور نمی کنن که این تعداد فرش باشه. ترک ها یه فرشی داره به نام هرکه، یکی از فاین ترین، یکی از ریز بافترین فرش های ابریشم جهان هستش و بود تا مدتی حتی میگفتن که ابریشم قم یا ابریشم های تبریز رو به گرد باشن میرزدی. الان ایرانی ها یک سر گردن که هیچ، یک نیمکنه از ترکیه بیشتر فرده، ولی با این وجود حوصله من سر میره از وقتی که میبینم این فرش ها. حالا دلیلش هم در ادامه این امشب من توضیح میدم براتون. من شیر میکنم این پاورپوینت گاز رو کردم و شروع میکنم مقدمه گفتن.
همگی میبینن دیگه این صدای من خوب میاد؟ تصویر واضح هستش؟ بله. فرش کافی و فرش اول اینکه این رو هم من توضیح بدم که من هر آنچه که اینجا میگم هر آنچه که میگم این بخشی از دانسته ها و آموخته های منه در طول سالیانی که به این کار مشغول بودم و به طور تجربی یاد گرفتم و آگاه شدم ازش. هیچ ادعایی هم ندارم، نه من فکر نمی کنم هیچ کس بتونه ادعای این رو بکنه که آگاهی کامل نسبت به هنر فرش بافی داشته باشه، یعنی بتونه بگه که من تمام فرش هایی که در جهان بافته شده رو میتونم تشخیص بدم، بشناسم، بگم که چه سنی دارن، با چه رنگی اینها رو رنگ کردن. خیلی خیلی تکنیکال هستش. حتی بزرگترین سکالر را، بزرگترین محققین فرش هم خیلی زیاد اینها با هم دیگه به توافق نمیرسن سر یک مسئله، بیشتر سر تاریخ فرش ها. این از ابتدا من میگم، ولی بخوام اگر بخوام در مورد هنر فرش بافی صحبت بکنم، شاید بشه گفت که فرش یکی از اولین هنرهایی بوده که بشر بهش واقف شده و اون رو انجام داده. میدونیم که بارها و بارها با در کلاس‌های کانون صحبت شده، حالا در کلاس‌های مختلف کنم، که چطور ما از غار اومدیم بیرون و شهرنشین شدیم. حدود 10,000 سال پیش انسان اومد و اول دهکده‌های کوچیکی درست کرد، تو این دهکده‌ها تونست ابزارالات درست کنه، تونست حیوانات رو رام بکنه و در این حین موفق شد، بشر موفق شد به اختراع یک ابجکت، یک شی از موی حیوانات، از موی بز یا شتر یا از پشم بره ها و گوسفند ها یا از الیاف گیاهی تونست نخ درست کنه و این یکی از پایه های اساسی تمدن انسانی هستش، تمدن بشری هستش. بشر تنها حیوان است که برای خودش لباس درست کرد، یعنی اول نخ رو درست کرد، توسط نخ پارچه رو درست کرد، با پارچه لباس درست کرد. فکر میکنم در قدیمی ترین اثری که ما از تکستایل داریم، از پارچه بافی داریم، برمیگرده به 4,000 سال پیش. فکر نگشته بودن، یادم نیست دقیقا، ولی 4,000 سال پیش تقریبا همون اوان هستش که وقتی بشر پارچه رو بافت و با پارچه صدها کار مختلف انجام داد، همون موقع فرش رو هم اختراع کرد. اگر شما دقت بکنید، فرش هم یک نوعی از پارچه هستش، یک نوعی از تکسال هستش. ببخشید اگر اون دوستانی که قبلا این لکچر من شنیده بودن، خب this is what it is. به هر صورت فرش تار داره، پود داره و برخی از فرش ها پورز دارن، یعنی گرهی که زده میشه به اون تار و پود باعث میشه که یک پایل، یک پرز بالی به وجود بیاد، مثل پارچه های مخمل هم تقریبا همینجور هستن. خب بنابراین فرش از اون اوان با بشر بوده، تو تاریخ بوده، در کتب و نسخ قدیمی بارها و بارها اشاره شده به فرش، در تورات هست، در انجیل هستش، در کتاب ایلیاد هومر به فرش اشاره میکنه، میگه که یک مثل که یک کاناپه سنگی بوده که فرشی قرمز رنگ برای تزیینش روش انداخته بودن. یا در اودیسه، داستان اودیسه حتما همه میدونه، داستان پنلوپه زن اولیس، که اولیس بعد از برگشتن از جنگ تروا 10 سال گم میشه در دریا، 10 سال گم میشه
و از این جزیره به اون جزیره، و در این میان در فکر کنم جزیره ایتاک بود، در جایی که اونها یک خونه داشته، پنلوپ همسرش و پسرش سوسر شدن تلماک، اینها اونجا بودند. و چون پنلوپ خیلی زن زیبارویی بوده، یواش یواش بعد از یکی دو سال خواستگاران زیاد جمع میشن که میگن که اولیس مرده و تو بایستی با یکی از ما ازدواج کنی، و این برای اینکه عقب بندازه این کارو شروع میکنه به بافتن یک فرش. روزها این فرش رو میبافته و شبها این رو باز میکرده. با اونجا که بافته برای همین 10 سال طول میکشه بافته این فرش. یواش یواش دیگه اون خواسته هم که اونجا اتراق کرده بودن خسته میشن تا اولیس ناشناس بیاد، دیگه داستان بقیه داستان میدونید که به توسط با کمک پسرش همه رو میکشه. بنابراین این داستان رو هومر در ایلیاد گفته. آنچه که مسلمه ایرانی ها در بافتن فرش خیلی خیلی پیشرفت کرده بودن و خیلی به طور خیلی جدی ازش استفاده کردن، به طوری که گزنفون هم در اون تاریخی که نوشته از ایرانی ها قسمت از ایرانی ها میگه ایرانی ها روی فرش های نرم میخوابند. بعد در واقع این رو بد میدونستن ایرانی ها، فکر میکردن که ایرانی ها خیلی معروف به اون حالت جنگجویی، اون حالت خشن خودشون از دست دادن. به هر صورت این یک مقدمه بر فرش بوده که ببینیم چقدر برمیگرده تا دیگه فرش بافی. و ولی این فرش بافی، حالا این فرش بافی که بافته میشه، و بهتون بگم امشب من خیلی کمتر از فرش ایران صحبت میکنم. فکر میکنم همه ما فرش ایران رو میشناسیم، فرش باهاش آشنا بودیم از بچگی، همه دیدیم. برای این زیاد در روش توضیحاتی میدم، ولی دوست دارم به فرش هایی که در جاهای دیگه دنیا بافته میشه رو بهتون معرفی بکنم که فکر کردم جالب تر باشه تا مثلا بیام بگیم حالا این تبریزه یا این قومه یا این کاشانه یا این اصفهانه. حضور شما عرض کنم که بله، فرش هایی که این در دوران قدیم در تمام دنیا بافته میشه، نه فقط در ایران، ایرانی ها سرآمد بودن به نظر من، هنوز هم هستند. ولی این فرش هایی که در 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال پیش ساخته می شده، اینها برای این که این استفاده که ما امروز ازشون انجام میدیم نبوده. اینها در واقع فرش بافته می شده برای مصرف روزمره. یعنی درسته که مثلا دکور کردن، ما باید دکوریشن اگر استفاده بکنیم، زیبایی فرش استفاده بکنیم، اون هم یکی از مصارف فرشه، ولی برای انسان، برای بشر قبل از قرن مثلا قرن 18 هم فرش یا در دوره رنسانس، چون حالا اونجا هم میشه گفت شروع کردن برای دکور کردن، فرش مصرف روزمره داشت، یعنی بسی ازش استفاده های دیگه میکردن. حالا من به چند نمونه برای اینکه متوجه بشید منظورم چی هستش از این استفاده ها رو براتون عکسش حاضر کردم که نشونتون میدم. فکر میکنم همه ما با این شی آشنایی داریم، همه وقتی که یا تو خونمون داشتیم به پشتی، این پشتی قشقایی هستش، همه ما تو خونه ها از این پشتی ها یا دیدیم یا داشتیم، یا حتی شاید هنوز اگر دارید که آفرین، اگر هنوز از پشتی استفاده میکنید در امریکا. این ببینید این یک فرشه درسته، ولی استفاده برای یک استفاده خاص بافته شده، نه برای دکور کردن، برای اینکه بشینن به دیوار و بزنن پشتشون، به دلیل همین دارم اسمش از پشتی، یا بشینن روش. الان یک بله، این فرش ها چندین نوع دارن، فقط فرش پرزاری، فرش شما گلیم هم نوعی فرش محسوب میشه، یعنی یک جای رو فرش میده، یک جای میپوشونه. و از زمانی که همون صنعت تکستال یا اون پارچه بافی توسط انسان ابداع شد،
ازش برای ساختن چادرهاشون استفاده کردن. هنوز که هنوز شما اگر در ایران مسافرت کنید، بیرون از شهرها برید، اگر به ایلات برخورد کنید، ایلات چادرهایی که از پوست بز، ببخشید، از موی بز بیشتر هستش درست میکردن رو میبینید که داره خیلی زمختن، خیلی هم هستن. بنابراین این یکی دیگر مصارفی بوده که از این پارچه های زمخت ما بهش فرش بگیر استفاده شده. اینی که میبینید یک فرش بافت جنوب ترکیه هست، کونیا ریجن، به ترکا بشن یاتاک. یاتاک یعنی رخت خواب. این خرسک هایی که ما میگفتیم خرسک در بختیاری ها، لور ها، گبه بافی دارن، این دلیل داشته که اینو به این کلوفتی میبافن. این بیدلیل نبوده، اینا خیلی میخوابن روش نرم، خیلی راحت و آروم میخوابن. هنوز هم من بعض وقتا میبینم در دهات که مسافرت میکنم در ترکیه هستش، از خونه ها میاد بیرون و اینا رو میخوام بشورن و چیز. برسر این یه یاتاک ترکی هستش. این همون هست، منتها بختیاریش ایرانیه، گبه هستش. اینی که میبینید این یه فرش بسیار کوچیک، شاید قد مونیتور کامپیوتر شما باشه، 30 سانت، 35 سانت در 50 سانت. این ترکا بهش میگن یاستک. این مال ریجن مجور هست بهش میگن. چندی شهر هست خیلی قابلشون شبیه به هم هستش، ولی خب من بسیار مجور استدش کردم. این یاستک یعنی بالش. این بالش بوده، یعنی در دهات ترکیه تا همین اواخر، تا همین چند ده سال پیش هنوز از فرش‌های دستبافت برای خوابیدن بالش استفاده می‌کردن. این هایی که می‌بینید اینا رو بهش ما میگیم مفرش. این دوتا سمت راست مفرش‌های کاکیژن هستن. من میگم یکیش کوبا باید باشه، یکی دیگه‌ش هم به احتمال خیلی زیاد شیروانه. این سمت چپیه با فرش، اون دوتا با گلیم، یکیشون سوماک یکیشون گلیم هستش. من مخصوصا جنس اینا تکنیک های مختلف فرش بافی هستن. من یک بار توضیح دارم اینا رو. سمت چپ که میبینید فرش پرزداره، سمت راست پایین گلیم هستش، سمت راست بالا سوماک هستش که تقریبا میشه گفت با سوزن گلدوزی میکنن روی گلیم. embroidery, it's a kind of embroidery. حالا البته تکنیک بافتنه، حالا اونجوری هم نیست، انواع مختلف داره این سوماک. به هر صورت اینایی که این مفرش ها، اینا این ایلات وقتی که کوچ میکنن از جای به جای دیگه میخوان برن، اینا همه چیزشون رو با فرش درست میکردن. این چمدونه در واقع، اینها رو به معمولا اینا به بسته میشن با تسمه های چرمی یا با جا دارن یا با تسمه هایی که بازم بافته شده. خورجین هم هست، حالا عکس خورجین من دیگه نیبردم چون فکرم این اینترستی بود. خورجین همه میدونی چی هستش، روی اسب میندازن و اینا رو به دو طرف شتر یا اسب یا هرچی یا قاطری که دارن آویزون میکردن و وسایلشون، لباساشون یا هرچی دیگه که دارن بار این میکردن و حرکت میکنن. این بازم همون یکی از ما هستش، این شاسبن فکر میکنم و ببینید که جای تسمه ها رو متوجه میشید که چجوری بسته میشده. این حالت چمدون مثل صندوق هست، صندوق چه توش میزنن. الان هم خیلی کلکتور داره، خیلی دوست داره اینا رو بخرند و ازش بعضی میز درست میکنن، بعضی دو مرتبه به حالت توش چوب میزنن و صندوق. خیلی جهه زیبایی هستن. این مال ترک هستش، مالاتیا، شرق ترکی هستش. این تسمای چرمی رو ببینید که بهش بسته، حتی اینجا دست هندل هم داره ولی با فرش بافته شده. این یک نو سوماک هستش. این فکر میکنم قوچه هم باشه یا قشقایی. این نمکدونه. این رو برای حمل نمک استفاده میکردن، بهش میگن نمکدون. این یکی، این ترکمن هستش، فکر میکنم تکه باشه. این استفاده مختلف داره ولی قاشق، چنگال و بقیه اوجایی دراز میشه تو این میذاشتن. اینه که میبینید جای قرآنه، جای قرآن درش دیگرم. اینم یکی دیگه، این ارساریه، بازم مال ترکمنستان هستش، جای قرآن هستش.
جای آینه، بعضی میگن آینه و قرآن رو با هم میداشته، جای آینه هم بهش میگن. اینها رو میگن تنت بند. اون چادرایی که دیدید چه درونش، اینا رو میزدن برای آذین کردن دیوار چادراشون، همه با فرش، همه با حالت یعنی این سفیدی که میبینید حالت گلیم داره و تمام این نقش و نگاری که میبینید فرش بافته شده روی اونجا، یعنی حالت پستی و بلندی داره، ریلیف داره. بیرون هم میزنن برای تزیین. بعد حالا اینا هم تمام این امشب وقتی است که توی جلسه با همه اینا رو من بخوام توضیح بدم، هر کدوم از این موتیوا اینا یک نشانه، یک کاری هست، نشانه چیزی هستش. مثلا اگر دقت بکنید جا سر یه قوچ اینجا میبینید، نمیدونم این بعد درخت هستش، دو مرتبه اینجا پرنده است یا قوچ، اینا همشون سیگنیفیکنت های خاصی دارن که کتاب اسکولارهای خیلی بزرگ هستن که صد و صد و خورده سال گذشته سعی کردن یکی یکی تمام این المنت ها رو در بیارن که بگن اینها به چه وابستگی دارن با هم دیگه و از کجا اومدن، منشأش کجا بوده. و این یک دونه باند هستش برای این قشقایی هستش، برای بستن همون چمدون ها که گفتم بهتون به دور چهار پا. به هر صورت این یک چند تا نمونه بود برای که بهتون بگم فرش بافی و صنعت فرش بافی فقط برای این که بندازیم زیر پایمون و دوست داشته باشیم نبوده. اینا استفاده مختلف ازش بوده. این یک قالی قرن 19 فکر میکنم کرمان باشه، روی روزینی بهش میگن. اگه به جای زین اسب این پشت هست و این جلو و این هم که پاها میفته روی اسب این شکل انجام شده. این هم یک فرش کرمان هست، شراور کرمان، بازم به همین منوال. این هم باز جلو اسب یا روی اسبی هستش، بختیاری هستش. آدم هایی که میبینید از این اشایر، من حالا توضیح میدم که گفتم من از شهرهای فرشهای شهری رو زیاد دوست ندارم در نسبت به فرشهای اشایری. من فرشهای اشایری و دهاتی باف رو خیلی بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون که بافنده این فرشها در هر جا که بودن، این نامدن یا ایلاتی هستن یا دهاتی هستن، اینا از روی نقشه چیز رو نمیبافن، اینا همه چی در ذهنشونه، همه این کار رو از مادر به دختر یا انجام میشده و از رو حافظه میبافن. و بعضی وقتا یک چیز خیلی عجیب و زیبایی بافتن که خیلی خیلی جالبه. حالا امیدوارم یک روزی بتونیم اینجا در ورهاس من بیایید، من چند تا از این نمونه ها رو نشونتون بدم چون واقعا جالبه. مثلا من یک فرش قشقایی دارم که تمام کف این فرش لاک پشت کشیده، لاک پشت بافتن، چیزی همچیز از من احیدم قبلا، لاک پشت خیلی خیلی زیبا، تنها نمونی که من دیدم ازش، تا الان ندیدم که یک قشقایی دیگه با لاک پشت. این هم بازم زینه اسب که نشون بدم، این هم یک زینه اسبه، فقط اینا محض به قول معروف حاضر کردن این لکچر گذاشتم در بین فرش ایرانی یا ترکی. این فرش مال تیبت هست، مانک های تیبتی اینها رو میبافن، یا اهالی تیبت داره، یا بیشتر برای مانک ها بوده. اینجا شما اینجا فنکس یا ققنوس رو میبینید، اژدها ها رو میبینید اینجا، و سگ مقدسی که در معبد هاشون نگهداری میکنن، فکر کنم بهش میگن تیبتن اسپانیول، که خوب نگاه کنید به دومش و پاهاش و این زبونش و گردش، این هستش. این اون سعی کرده این رو اونجوری به در بیارن روی فرششون، تیبتن اسپانیول. مرسد. خب این مقدمه رو که گفتم شروع میکنیم در مورد خود فرش و تاریخ فرش در ایران یه مقدار صحبت کردن. ما ایرانی ها باید هم افتخار میکنیم به صنعت فرش بافیمون، یک بار هم اینو گفتم، ولی متاسفانه یا بالا به هر صورت زبان خانم دکتر برزگر بهتر از من میتونن در این باره توضیح بدن، زبان یه چیز زنده هستش
هیچ اشکالی نداره. ما از کلمه فرش استفاده میکنیم که ریشه عربی داره، یا از کلمه قالی استفاده میکنیم که ریشه ترکی داره. یکم فکر کنید ببینید آیا اسم فارسی براش میتونید پیدا کنید در ذهنتون، و اگر میتونید برای من بنویسید، چون من خود من خیلی دنبال این هست اگر اسم فارسی بگم. تنها اسم فارسی که من تا به امروز بهش رسیدم جل هست. جل یک نوع تنپوش میشه، یک نوع پارچه های زخیم هستش، و خب فرش هم میتونه باشه دیگه، جل هستش. البته من امروز یک نگاهی کردم به روی اینترنت که ببینم که چیز دیگه هستش، دیدم که گفته شده که ویستگرد، اگه درست نوشته، بله ویستگرد و ویستردن برای فرش هم به کار شد دفتیده. و این ویستردن بعداً به گستردن تبدیل شده. البته در کتاب‌های تاریخی از فرش بهارستان نام برده شده در تاریخ طبری، و فرشی که بعد از غلبه اعراب به تاراج برده شده. دقیقاً به طور دقیق نتونستن بگن که چه بلای سر فرش شده، ولی روایت ها زیاده که تک تکش کردن. این فرش بسیار فرش نفیسی بوده از قرار، و تمامش به جواهرات و سیم های طلا و نقره بافته شده و به جواهرات آویزون بوده. در تاریخ طبری از این فرش به عنوان بساط نام برده شده، بساط باز شده. همینطور یاقوت حموی در کتاب خودش معجم البلدان بازم از کلمه بساط استفاده کرده برای این فرش، و گفته بساطی یافتند از دیبا 60 عرش در 60 عرش. ابعاد فرش رو بخواد توضیح بده. بساط هم حتما در قدیم بهش بساط گفته می شده. باز هم من تکرار میکنم این صحبت هایی که من میکنم تحت قالبش در دانسته ها و این چیزی که من در سالها یاد گرفتم هستش، و ممکنم بعضی جاها اشتباه بکنم، باش بودم من رو ببخشید، ولی میگم بزرگترین محققین فرش هم اشتباه کردن و با هم دیگه در تناقض هستن. یکیش همین هستش که من عکسی نشون دادم، این یکی از معروفترین فرش های جهان هستش که در موزه پرمگان در برلین نگهداری میشه. وقتی که سالها برای سالها وقتی این پیدا کردن گفتن به اسم این فرش از Dragon and Phoenix، یعنی اینجا شما یک اژدها رو دارید و یک فنیکس، بیشتر به شبیه تاووس بمونه تا فنیکس، ولی خب این یک پرنده است و این هم یک اژدها افعی، همینجا خیلی مشهور این فرش. و ادعا می شد که این مال قرن 15 هم هستش، 1400 میلادی، یکی از قدیمی ترین فرش هایی که پیدا شده. ولی در دهه 70 یک محقق آلمانی اومد و ثابت کرد به زعم خودش که این مال 1500 نیست، بلکه مال قرن 18 همه، یعنی 1700. عده‌ای قبول کردن، عده‌ای نه، و همینطور حالا این مسئله باز مونده که آیا این مال قرن 15 همه یا نه. من میخوام بگم که چون که کار فرشی کار خیلی عجیبی است، یعنی فرش شناخت فرشی که بدونید فرش چیزش واقعا کار سختی، به دلیلش هم اینه که هیچ مدرکو هیچ مدرک مسجلی وجود نداره که بتونیم بگیم این قالی رو کی بافتن، چون که در قرن‌های مختلف از همین تکنیک استفاده شده و همین شکلی قالی رو بافتن. پس برای نمیشه گفت این مال 400 سال پیشه، مال 300 سال پیشه. البته تست کربن میکنن، کربن زر انجام میدن، ولی همیشه هم اکوریت نیست، به دلایل مختلف میگن، چون که مثلا قالی‌های ترکمن
اینا توی تنت بودن و اونجا همیشه دود آتیش بوده، نمیتونه میشیسته روی فایبر فرش و نمیتونه اکورت باشه اون تست. در صورت مگر اینکه بعضی فرش هستن کتیبه دارن یا بدنشون رو تو میاد در جایی مثلا ثبت شده باشه، اونها رو میشه توضیح داد و بگو به مثلا با 10 سال کم و زیاد گفت که اینها مال چند سال پیشن، مال کجای کدوم ریژن هستن، ولی وقتی که خیلی قدیم میشه خیلی سخته که بخوان این رو توضیح بگو. در ضمن این فرش فینیکس اند دراگون بافته میگن با کاکازوس هستش. اینجا من خودم فرش ها رو به دو نوع تقسیم کردم براتون. شما دقت بکنید، شما ما دو نوع فرش داریم، یا فرش های پرزدار هستن مثل همین که پشت سر من هستش یا این که هستش، یا فرش ها بدون پرز هستن. حالا هر کدوم از این فرش های پرزدار و بدون پرز اینها مشخصات خودشون دارن، یعنی با هم خود در میون فرش های پرزدار تکنیک های مختلف وجود داره برای درست کردن فرش ها، همین دور در میون فرش های بدون پرز مثل کلیم که یکی یکی و این رو توضیح میدم براتون. اینا همینجا که بینید دو تا فرش، یکیش فرش تبریز هست، این یکی هم فرش ما بهش میگیم سلطان آباد. سلطان آباد شهر قدیم ایرانی بوده که امروز اسمش تغییر کرده به عراق. من مخصوصا این دو تا فرش رو انتخاب کردم گذاشتم اینجا چون توضیحات در مورد اینا جالبه. در هر دو این شهرها مقدار بسیار زیادی فرش بافته شده در بیشتر از قرن 19 هم. خارجی ها اومدن و سرمایه گذاری کردن برای بافت فرش ها. عراق شد یکی از بزرگترین مراکز فرش بافی در ایران و این فرشی که شما ببینید رنگ هایی که درش هست فرق داره با رنگ های ترادیشنال. این رنگ ها ترادیشنال ما هستن، ما این جور رنگ ها رو دوست داریم. قرمز سرمه‌ای هستش و آبی کم رنگ، سبز، زرد. ولی اینجا رنگ های یک حالت عجیبی دارن، یه سبز خیلی خوشایندی دید، سبز مخصوصیه. این فرش ها رو با این سلطان آباد که این سبز درش بکرفته بهش میگیم زیگلر محل بهش میگیم. زیگلر یک سوئیسی بوده، یک شخص سوئیسی بوده که اومده در ایران سرمایه گذاری کرده و این فرش ها رو بافته و میبرده در اروپا میفروخته. اکثر قریب به اتفاق فرش های قدیمی و آنتیک ایران در ایران نیستن، در اروپا و امریکا و خارج ایران هستن. اکثرا در اروپا، امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، کانادا، امریکا، این 4-5 کشور پولدار اروپایی اکثر قریب به اتفاق فرش ها همه اینجا در اینجا هستن. تجار ایرانی از دهه 70، من میگم حالا چرا قدیم میشه، من دهه 70 خبر دارم، 70 میلادی می اومدن در امریکا و در اروپا، در لندن فرش های قدیمی ایرانی رو می خریدن و برمیگردن به ایران چون نیست نبود در ایران و اونجا همین الانش هم خیلی بازار خیلی خوب داره. شاید بگم بیشتر از حتی خارج از کشور ارزش داشته باشن بعضی فرش‌ها در خود ایران، فرش‌های آنتیک. برصد این آقای زیگلر اومده بوده سرمایه‌گذاری کرده بوده و فرش می‌بافته و می‌فرستاده با بار شتر می‌فرستادن به موسل. از موسل فکر می‌کنم راهن تا اونجا بود، راهن یکی از دولت عثمانی می‌اومده ترکیه، از اونجا سوار راه آهن می‌کردن یا شاید اونجا ماشین بوده. به هر صورت میبردن برصد به اولین شهری که راه آهن داشته میرسوندن یا با کشتی از طرف از سوریه یا با راه آهن میفرستن از طرف استانبول که بره به طرف آلمان و اروپا. بعد این آقا یک کتابی نوشته، کتابش خیلی نایابه و من راستش رو بگم کتاب رو نخوندم، ولی کسی که کتاب رو خوند برای من تعریف، چون به زبان آلمانی هم هستش و من آلمانی بلد نیستم، برای من تعریف کرد که این آقای زیگلر رو اونجا که در اون دردهات دوربر عراق که بوده به دلیلی چون که این حالا مثلا
آشنایی بیشتر، آگاهی بیشتر داشته، آشنایی بیشتر داشته نسبت به خرافات اینا. یکی دو نفر که مریض بودن این بهشون میگه برید دکتر، بعد اونجا آخونده که در اونجا بوده، روحانی که در اونجا بوده، میگفته نه 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 دعا بکنم، از این صحبت ها بوده. و اون روحانی مردم رو میشورونه برای این آقا که بریزن شبونه بکشنش. و این کسی بهش خبر میده که از اون ملازمه هایی که داشته، از اون سرکارگری که بوده واسش فرش میفتن، مأمور داشته پشم تهیه میکردن براش، میبردن میفته پشم میگره برسه خبونه. و این شبانه فرار میکنه پیاده از حدود چند ده کیلومتر میدو تا یه بیده دیگه و به هر صورت نجات بده، نجاتش میدن، فراریش میدن و برش میگردونن به سوئیس و دیگه بر نمیگردن. راستی گفتم شاید جالب باشه برای شما داستان آقای زیگلر رو هم بگیرید. خانوادهش هنوز در سوئیس در زوریخ هستن، ما میشناسیم خانوادهشون، دخترش رو میشناسیم ما و کتاب رو هم ایشون از ما گرفت، از من این کتاب مال برادرم من بود و گرفت و دیگه هم پس نداد بوده ما. گفت این رو من توی کتاب فروشی آنتیک فریده کرده بودم، خیلی جالب بود برم. برصد حالا برگرم به فرشای پرزدار. انواع گره برای فرشا، تکنیک های مختلف همونطور گفتم بهت، ما دو نوع، سه نوع گره تا جایی که من میدونم برای فرشا داریم ما. یکیشو بهش میگیم گره ایرانی یا گره سنه، یکیشو بهش میگیم گره ترکی یا گره گرجس. این ارکان شما لازم هست، این گره، این پرژن نات، گره ایرانی هستش. شما ببینید در این در واقع میشه تار قالی. شما یک تار اینها میان و به تکنیکی دارن پش رو به دور این تار گره میزنن و میشه یک تار. شما این به طرف راست هستش، این به طرف چپ هستش، یعنی هر دو حالت میتونه انجام بده. و تمام اینها، یعنی این تکنیک هایی که شما میبینید در اینجا، باعث میشه که بتونن شناسایی کنن فرش بافت کجا هستش. مثلا ممکنه در بیجار بافتش به طرف راست باشه، ولی شما برید طرف کرمان بافت اینجوری باشه، از به این حالت هستش. این هم باز گره یک نوع دیگه. این ادعا، این ما بهش میگیم دو پو، یعنی دو تا پود رو گرفته. اینا فلت هستش، این دو یعنی به حالت سنه، فرش سنه اگر دیده باشید یا همدان، اینها به این چهار حالت بافته میشن، خیلی صاف هستن. این هم یک نوع فرش دیگه، بازم از همون گره هستش. پس شد این گره فارسی. این گره ترک، گره 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 جفتی فرق داره. این میاد دو طرف پود میچرخه و خودش کشیده میشه بالا، برخلاف اون یکی که باز بود، یک طرفش باز بود. این هر دو کاملا پود رو کاور میکنه. تکنیکش فرق داره با گره فارسی. من با فندگی یک ترکیه دارم به هیچ وجه نمیتونم قالی ایرانی بافن، یعنی گره فارسی بزنم. حتی اگر یک کسی اونجا هستش که در دانشگاه تدریس میکنه ساعت فرش بوده، اومده اونم نتونست یاد بده. ولی ایرانی ها خوشبختانه اگر بخوام میتونن هر جفت ایرانی زن. خیلی ساده است گره ترکی زدن، گره فارسی یکم سخت داره. این نمونه فرشای ترکی هستش که با گره گردس بافته شده. این یه قالی آنتیک کنیا هست، اینم یک قالی هست بهش میگن اوشک شهری حدود 200 کیلومتری شرق ازمیر، زیر استانبول تقریبا میشه در خاک ترکیه. این قالی اونجاست، اینم قالی کنیه، قونیه و دو اطراف قونیه هستش. سومین تکنیک رو این افراد اختراع کردن. شاید براتون جالب بشه که ببینن این قالی مال اسپانیا است، این فرش اسپانیایی هستش. و ببینید پشت قالی رو، ببینید مثل کندوی عسل، زنبور عسل میمونه. این گره ها یه حالت دیگه دارن تقریبا. اینا
گره ترکی رو انجام میدم، ولی به یک پود فقط. اگه یادتون باشه گره ترکی به دو پود بود، منتها اینا به یک پود میذارن. شیوه گرهشون به این شکله، یک پود میاد و این گره ها زده شده به پود. این هم که البته تار، من از معذرت میخوام، تار، تمام اشتباه گفتم، اینا به تار هستش و پود اینا هستش. از بالا به پایین تار هستش، از شرق از چپ به راست پود هستش. به هر صورت به تار اینا گره میزنن، گره رو انجام میدن. گره کوینکا بهش میگن، گره کوینکا. کوینکا هم یه شهر هست در اسپانیا که این فرشا رو به طور تاریخی درش گفتن. شاید اسپانیا قدیمی ترین کشوری باشه به دلیل وجود اعراب مسلمانی که در اونجا زندگی کردن برای چند قرن، که به لحاظ تاریخی قدمت فرش بافی خیلی خیلی بالایی داره، که برای بهش میرسیم. برای فرش های بیپورز شما گلیمو دارید، سوماک که سوزنی هست، نمد هست و زیرو. اینا این دوتا بیشترش مخصوص ایران هست. البته نمد از آسیای میانه به ایران اومده، هستش کار ترکمن ها هستش، مال کرگیز ها هستن، اونها خیلی زیاد نمد بافی میکنن، خیلی نمد های زیبایی درست میکنن. حالا برای نمونه اینها گلیم هست که حتما آشنایی باش دارید. تارها رو ببینید، پودی در کار نیست، فقط پشم های رنگ شده به دور تار پیچیده میشه و با عوض کردن رنگ موتیف یا اون نقش گلیم بافته میشه به روی تارها. این هم تکنیکش هست که بالا پایین میاد، یک نخ دو دفعه برمیگرده از یک رنگ. اگر بعد رنگ دیگه موتیوی باشه که به رنگ دیگه شه، رنگ ها عوض شه به این شکل و با هم اینا تداخل میکنن، صفر وای میسنجه و تارها هم جدا نمیشن. این تکنیک گلیم هستش. تکنیک بعدی سوماک هست که در یکی از اون مفرش رو گفتم بافتش سوماک هست. سوماک تکنیک دیگه داره. شما باز هم اینجا تار رو دارید، ولی از پود خبری نیست. به جای اینکه گلی بافی بشه، یعنی نخ از چپ به راست بره بعد دفعه برگرد از راست به چپ بشه، میره و موتیف رو با سوزن انجام میشه، میره و موتیف رو همونجا میپیچه دور تار و انجام میده، اون نقشه رو به تار می اندازن. در واقع این پشت سوماک هستش. ببینید خیلی حالت عجیبی داره، تمام این نخ ها پیچیده شدن دور تار، یه بار دیگه پیچیده دور تار، یه بار دیگه پیچیده دور تار، بعد میاد اینجا آبی شده، یه سفید شده. به این حالت اینا نقشه رو ایجاد میکنن بر روی در بافت سوماک. این تکنیکی هست که انجام دادن. میره برمیگرده، دو دفعه میره برمیگرده و به همین میواز. اینجا هم همینجوری هستش. این یکی از معروفترین نقشه ها برای سوماک هستش. بهش میگن دراگن سوماک. اگر دلیلش هم اینه که ببینید بازم اینجا یه اژدها هست که داره چیز رو میبله یا زبونش اومده بیرون، حالت اژدها داره. در ایران در کردستان بهش دهن اژدر هم میگن. این نقشه در گروس بیجار هم هست، بهش میگن دهن اژدر که همون اژدها میشه در واقع. اینا خیلی موتیف های مختلف دارن سوماک ها. این اگر یک سوماک به این موتیف باشه، قیمتش معمولا خیلی بیشتر از نقشه های دیگه هستش. سوماک ها با نقشه دیگه هستش و اینا معمولا مال قرن 19 هم هستن یا اوایل قرن 20 هم. این هم باز همون نقشه اس رو، همون در واقع درگن میشه. این هم باز هم به نوعی به این میگن سیله. سیله خیلی فاین تره، بازم تکنیک همون تکنیک سوماکه ولی خیلی فاین تره. یه مقدار کوچیکی تکنیکش فرق داره با سوماک ولی خیلی شبیه هم هستن. حالا اینجا بازم یک بحث تکنیکی برای شناخت فرش هست. ببینید اینجا S هست، اینجا Z هست. این کسایی که اومدن خواستن فرش ایران یا فرش اورینتال بشناسن، شروع کردن یکی یکی
به تمام جزئیات فرش بافی دقت کردن و اینا متوجه شدن که یک سری فرش ها هستن که اینا البته فرش های قدیمی، یعنی فرش هایی که پیدا کردن توی مساجد یا توی نمیدونم باقی مانده خانواده های بزرگ، کلکشن های بزرگ، اینا فرش هایی که مال قرن 16 300 400 سالشونه. معمولا ما این فرش ها رو نمیبینیم، اگه بخوام ببینیم حتما به موزه باید بریم. برسه اینا اومدن نگاه کردن که این فرش ها بعضی از اینا بافتشون اون پودی که یا اون تاری که هستش به طرف راست پیچیده تابیدن اینو، بعضی ها به طرف چپ تابیدن و روی این خاصه اینا تونستن کاتگورایز بکنن، از قسمت بندی کنن. شما در ایران مثلا یک فرشای قدیمی ایرانی یک نوع فرش دارید که میگن خانواده فرشای اس یا خانواده فرشای زد و همینطور گفتم که قبلا گفتم این که گره به سمت راست زده شده باشه، گره به سمت چپ زده باشه، حالا اون هم یکی دیگه از المنت های سیگنال تا تشخیص بدن که چجوری اینا کار میکردن و برای تشخیص دادن فرش ها از هم دیگه، چون خیلی سخته، بازم تکرار خیلی سخته که بدونیم مثلا آیا این فرش در خراسان بافته شده یا در تبریز بافته شده. از روی این تکنیک ها میتونم متوجه بشم. ببینید اینجاش خاصه نشون میده که این نخهایی هستش که قرار بوده، معمولا در ضمن فرش های ایرانی بیشتر خیلی زیادتر از فرش های دیگه از پنبه استفاده میشده برای پودشون و تارشون. نخهای مثلا پنبه اینجوری بودن، بعد کواشاش پیچیده میشه تا به این شکل در بیاد. حالا اینم خیلی خواسته دیتیل نشون بده. انواع دارها هم مهمه. اینها فکر کنم خانم‌های قشقایی هستن که دارن فرش گبه درست میبافن. به این دار ما میگیم دار هورزونتال، چون که روی زمین به حالت هورزونتال قرار میگیره و حتما هم که میدونی که اینم میشه دار ورتیکال. این عکس هم باز من مخصوصا انتخاب کردم. این دوتا خانومی که میبینید اینجا دارن گلیم میبافن، اینا گلیم هستن و اینها خانم‌های قبطی مصری هستن. خیلی معروفه تپسری هایی که اینا میبافن، خیلی معروفه، خیلی زیبا هستن و بسیار هنر درش به کار رفته. حالا شما خودتون بعداً برید روی اینترنت بشید تماشا کنید، خیلی زیباست این تپسری ها. من بیشتر قبطی ها هم که همونطور که میدونید مسیحی هستن. این هم از دو نوع فرشی که خواستم تمیز داده بشه، فرش پرزا و فرش ریزا. حالا برمیگردیم به فرش پازریک. فکر میکنم بدونید که پازریک قدیمی ترین فرشی هست که تا به حال پیدا شده و هنوز فرشی به قدمت پازریک یا از اون قدیمی تر نتونسته کسی پیدا بکنه. در سال 1947 یک باستانشناس روسی به نام رودنکا در جایی، این نقشه هم نشونتو بدم، در اینجا ببینید اینجا ایران هستش، این دریاچه که اینجا میبینید پایین، اینجا احتمالا شیراز و فارس هستش که تمد و این شرق ایران در این قسمت تمدن ایران وجود داشته، مزوپوتامیا یا بابل، آشوری ها همه در این خلده بودن. این فرش اینجا پیدا شده، این فرش در اینجا پیدا شده. پازریک یک سلسله، این آقای رودنکا اونجا یه سری آثار و الیمنت ها از وجود انسان در اونجا پیدا میکنه و شروع میکنه به واکاویدن و کندن زمین و به سه تا مقبره برخورد میکنن. مقبره اول چیزی توش نبود، یعنی یه سری اشیا توش بوده ولی فرش چیزی توش نبوده. مقبره دوم همینطور، در مقبره سوم بوده که این فرش خارق‌العاده رو پیدا میکنه همراه با بسیار زیاد جواهرات و زینتالات و که نشون میداده که کسی که اونجا دفن شده بوده احتمال خیلی زیاد یک فرد مهم بوده، یک پرینسی یا سلحشوری، آدم خیلی مهمی بوده، کسی که این خواهد کرد. این فرش، فرش دستبافه، یعنی درست به همون تکنیکی هنوز هم داریم ما فرش بلافیم، بسیار ریز هستش، یعنی 200 تا گره در هر اسکور اینچ داره، مثل محفل میبوده و از گره گردس، یعنی گره ترکی درش استفاده شده.
رنگی که درش به کار رفته از یک نوع گیاه مره بهش میگن. و ببینید چندین بوردر داره، یک بوردر اینجا داره که درباره این بوردر حالا بعدا من صحبت میکنم. اینجا یک اسب سوارانی دارن حرکت میکنن و تقریبا میشه هیچ کمشو شبیه این یکی نیستن. بعد یه بوردر دیگه داره که موتیفی که در بوردر ماینر بوردر اینجا بود، البته شما دوتا بوردرهای کوچیک‌تر هم دارید که این هنوزم که هنوز در ایران در همه جا از همین تکنیک‌ها برای فرش با فستیوال، یعنی این نقطه چین‌های سیاه، زرد، قرمز، زرد، سیاه، حالا بعضی وقتا قرمز سیاه، بعضی وقتا قرمز سفیده، بعضی وقتا سیاه و سفیده، ولی هنوزم همین شکلی بافته میشه. بعد گوزن‌هایی رو دارید اینجا که هر کسی سعی میکنه بگه این گوزنا مال منطقه منه. حالا بعد توضیح میدم که دعوا هست در این قضیه که این قضیه رو کی بافته. و در اینجا شما باز هم اون ماینر بوردر بیرونی در داخل فیلد هم میبینیدش که احاطه کرده، فریم کرده فیلد رو. و زمین قضیه هم یک موتیف دیگه هستش که حالا درباره این موتیف توضیح میدم. گوزن و این سوارکارا که خب بدونیم چی هستن، ولی مهم اینجا این مربع‌های کوچیکی هست که تو ماینر بوردر هستش و این موتیفی که در مرکز هستش، این موتیفی که در مرکز این فرش هستش خیلی خیلی شبیهش رو در قصر آشوربنیپال در نینوا پیدا کردم. او این یه المنت دیگه هستش اینجا اون موتیو رو ببینید. این در یک قصر، این در قصر آشوربنیپال هستش در عراق کنونی و این هم مثل اینکه یکی از قصرهای دوره هخامنشی بوده. قدمت این فرش رو به 4 تا 5 هزار سال پیش تخمین زدن، ولی الان میگن 3 هزار سال، یعنی یه عده میگن 5 هزار سال، یه میگن 3 هزار سال به خاطر موتیوهایی که دیده میشه اینجا. و حالا من اون موتیو دیگه ای که بود، اون بوتیای کوچولو بود که درون ماینر بوردر بود، اینها فرش ترکمن هستش. شما اگه آشنایی داشته باشید با فرش های ازبک، فرش تمام ما بگیم ترکمن بهشون، در واقع اینا قبایل مختلف هستن و از روی این موتیف هایی که میبینید، دیتیل های موتیف ها میشه تشخیص داد که این رو کدوم قبیله بافته. بعضیشون بهشون میگن ارساری، بعضیشون میگن یاموت، بعضیشون میگن الان دیگه یادم رفته اسمش، ولی چندین قبیله مختلف، بشیر یکیشون هستش. و اون به مربع های کوچیک توی اون حاشیه اسکولرها با هم توافق کردن که یواش یواش تبدیل شده به این موتیف یا این موتیف. این خیلی شبیه هست. حالا من برگردم اونجا، مجبورم شعر رو قطع کنم اگه میخوام برگردم. میخواید من برگردم اون موتیف نشونتو بدم، اون مربع کوچیک رو؟ و اینها مال ترکمنستان هستن. این قالی مال باز هم یکی از دهات اطراف قونیه هستش. باز هم ببینید این گل همون گله، همون شکله، همون شیپه، فقط اینها به هم دیگه راه پیدا می‌کنن. یعنی در واقع من این چیزی می‌خوام بگم که فرش بافی این نیستش که از هم جدا باشن. همه به طور عجیبی از هم الگو برداری شده و یواش یواش هر کس، هر قبیله، هر دهی، هر قریه‌ای یه مقدار از موتیوهای خودش رو بهش اضافه کرده، ولی در پایان اصل ماهیت یکی هستش. و دلیلی که من میگفتم من فرش‌های شهباف رو زیاد دوست دارم، شاید نباید بگفت زیاد دوست دارم چون واقعا زیبا هستن، ولی من خیلی علاقه دارم به این طور فرش‌ها، چون که فرش‌های شهباف شما یک سرمایه گذار دارید که پشم رو می‌خرید، معمولا بهترین نوع پشم میکنه، میاره میده یه کسی براش رنگ کنه، بعد یه شخصی دارید که این استاد رسامه، طرح اون قالی رو این استاد میکشه، بعد میبرن این رو میدن به کارگاه قالی بافی. یک استاد نقشه‌خوان دارید
که اونجا وای میسته و یکی یکی این طرح یعنی نقطه به نقطه دونه به دونه این گره ها رو میگه. حالا اگر بافنده خودش استاد باشه دیگه احتیاج به استاد نقشه خونم نداره. من هنری در این کار نمیبینم. برای من این هنره، این که این نومدها، این کولیها، این عشایر از خودشون بتونن دستم زن. احتمال قوی اجداد کسی که این فرش سمت چپ و در ترکیه بافته از ترکمنستان اومده، ولی یواش یواش به مرور این موتیف تغییر پیدا کرده و به این حالت در اومده. حالا یه چیز خیلی عجیب‌تر بوده یعنی نشون میدم که از اینم خیلی عجیب‌تره. یک چیز دیگه هم بهتون بگم که شاید براتون جالب باشه. اولین فرش یعنی این ثابت شده که اولین فرش ایرانی اولین فرش بافته شده اصلا صنعت فرش، این که بیان بشینن یک تاروپیلی درست کنن و در میانش گره بزنن و پرزی بهش بدن تا با رنگ‌های مختلف بهش نقشه‌ای بدن از همون ترکمنستان و آسیای میانه آغاز شده، نه در ایران، از اونجا به ایران سرایت کرده. همون آلتای، اون قبری که من گفتم در پازریک بوده در کوهستان آلتای بوده، ولی این بیشتر نزدیک اونجا هستش، جایی که میگن مهد قالی بافی هستش تا ایران. ولی خب ایرانی ها این رو گرفتن و خیلی خیلی بهترش پیشرفت کردن. من تونتون برم جلو چون که وقت کمه. خب حالا میرسیم به فرش های مهم جهان. فرش های مهم جهان اینی که من خیلی زیاده ده، واقعا در یک نشست نمیشه همه رو گفت، همه رو توضیح داد. من فقط اون هایلایت ها رو یه سری بیگم و نشون میدم که بریم جلوتر و به پایان نشست بزنیم و سوال هایی باشه چون جواب بدم. در واقع در ایران در قبل از بعد از دوران صفوی هستش که صنعت فرش بافی به حد اعلای خودش رشد پیدا میکنه و شاهکارهای بافته شده در فرش در این دوران شروع به بافتن میشه در ایران. ترکیه دوره عثمانی هستش و هندوستان دوره مغول بوده که مغول‌ها گورکانی‌ها رفتن در هندوستان و اونجا واقعا فرش‌های بی‌نظیر بافته شده. حالا چند تا نمونه از این فرش‌ها رو بندشونتون میدم. اولیش این فرش رو حتما میشناسید به نام قالی اردبیل معروف هستش. اینها دو تا هستن، یکیش در موزه این فکر میکنم در موزه ویکتوریا آلبرت لندن هستش، دیگری فعلا در حال حاضر در موزه لس آنجلس هستش. اینها دو تا فرش بودن که برای مقبره، برای شراین، برای مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی بافته شده توسط شاه طهماسب صفویه. یک کتیبه داره این فرش، خیلی هم بزرگ، حالا من الان دیگه سایزش رو خاطرم نمیاد، خیلی هم بزرگ. اینجا یک کتیبه داره از قرار شخصی، یعنی یک صنعتکار، یک استاد بافنده از کاشان این قالی رو بافته. این قالی مال اردبیل نیست، به نام قالی اردبیل معروف است. چرا؟ چون که در شهر اردبیل در اون مقبره یافته شده برای اولین بار، ولی به احتمال قوی از در کاشان این رو بافتن، یعنی شخصی رو، چون جا به اسم کسی به نام کاشانی، مقصود کاشانی نوشته، عمل مقصود کاشانی نوشته. تا جایی به من فکرم یه جایی رفت کندم که این قالی وقتی پیداش میکنن یکیشون خیلی خراب دمش و خراب بوده، اون یکی یک ذره بهتر بوده کاندیشنش. بعد از 400 سال این یکی از قدیمی ترین فرش‌های ایرانه. اون قالی پازلیک هم باید رفت بگم که ترک ها میگن ما بافتیم، ارامنه میگن ما بافتیم، ایرانی ها میگن ما بافتیم و هیچ کس کردیت به خود ترکمنستان نمیده، اصلا ممکنه خود اونا بافتنش. دلیلی که اونجا پیدا شده میگن به احتمال قوی این یک هدیه بوده برای اون شخصی که اونجا دفن شده درش، یا اون شخصی که در اونجا دفن شده و این قالی بهش پیچیده شده بوده، این از مثلا از سرداران ارتش هخامنشی بوده یا آشوری بوده، یا داشته مسافرت میکرده در بین راه و دلیلی کشته میشه.
برگردیم به این فرش، این فرش رو برای اینکه ترمیمش کنن میان از اون فرشی که بیشتر خراب بوده تکه‌هایی میبرن و به این وصل میکنن تا این کامل بشه. بعد مثل که بعدن اون یکی فرش هم ترمیم میکنن که در گفتم در موزه لس آنجلس هستش. برسال این یکی از قدیمی ترین فرش های اینا که تاریخ هم داره، تاریخش هست 942 هجری قمری، بله هجری قمری. این تاریخش رو به خوبی نمیتونن بخونن، یه عده 942 خوندن، یه عده 922. به هر حال اگر 942 باشه میشه 1522، اگر 942 باشه میشه 1549. این همون جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سرم به جز این حواله گاهی نیست. عمله سخت خود عمل بنده در بنده درگاه مقصود کاجانی. عمل اثر. بله این هم باز همین فرش هست در موزه هستش، ببینیدش. در شهر اتلانتا یک نمایشگاه بسیار زیبا و جالب بود از آثار ایرانی، آثار هنری ایران، اسلامی ایران. نمیدونم فروم چند تا از دوستان رفتن ببینن، در اونجا هم چندین فرش بسیار بسیار نفیس و نایاب در نمایش گذاشته بودن که امیدوارم رفته باشید دیده باشیدشون. یکی از اون فرشایی که در نمایشگاه در موزه شهر داده بود از این گروه بود. به اینا ما میگیم فرشهای پولونه یا لهستانی. دلیلش هم اینه که اینا در دوره، همه در دوره صفوی هستن، تمام ابریشمن و به دقت کنید به رنگ‌های خیلی آروم و ملایم و نقشه‌های خیلی عجیبی که اینا دارن، فرق دارن با فرش‌های ایرانی، نقشه‌ها خیلی جالب‌ترن. در واقع رنگ‌ها رنگ‌های اروپاییه، رنگ‌های غربیه. هایی که استفاده می‌کنیم در ایران و دوست داریم در شرق دوست داریم بیشتر رنگ‌های قوی و saturate هستش، خیلی رنگ ها قوی باشن که اینا خیلی آب ملایم تر آروم تر هستن. بدریم که میگم پولونه بس این که برای دیش اینه که یکی از سفیرهای لهستان در که رفته بودن به ایران، شاه عباس داره بهشون کادو میده. بعضی از اینا حدود 300 قطعه از این فرش ها فعلا در جهان موجود هستش. ما آرم اون کرست فامیلی، اون میدونید که اروپایی ها، اون افراد نوبل اروپایی، خانواده نوبل یک علامت یک آرمی دارن. انگلستان ها نمگه دیده باشید دوتا شیر، یه شیر هست بلند شده، یه دوتا شیر هستن. بخیر بعضی از اون کرست هم حتی درشون بافته شده و این نشون میده که سفارش داده میشده به صنعتگران ایرانی که فرش براشون ببافن. در ضمن در مورد در دوران شاه عباس برای بهتر بافی فرشها مقدار خیلی زیادی از استادان فرش باف از ارمنستان کوچ دادن به ایران، به نواحی مختلف ایران و از جمله اصفهان برای فرش بافی، و اونها بسیار که فرش بافای خیلی بهتری از اون افرادی که در ایران بودند حضور داشتن بودند. این هم یک دیتیل در مورد فرش بافی در تاریخ ایران. این هم بازم یک فرش پولونه هستش. این احتمال قوی اون فرش هستش که تمام خاکستری که میبینید به احتمالاً سیم نقره هستش. این هم بازم فرش پولونه هستش. بازم ببینید رنگ ها خیلی خیلی آروم ملایم. بعد میرسیم به یک فرش خیلی خیلی مشهور دیگه بافته شده در ایران. احتمالاً این فرش ها در یه مقدارشون در کرمان بوده، بعد ایده میگن در تبریز هم بافته شده، بعضی هم میگن در هندوستان هم بافته شده، بهش میگن ایندو کرمان بهش میگن. به این میگن قالی پرتغالی و خیلی مشهور این قالی. چندین نسخه از این قالی هستش، هر بعد نسخه ها با هم دیگه فرق دارن، رنگ آمیزیشون تا حدی فرق داره. اینجا موج دریا رو میبینید شما، اینا موج دریاست، اینجا کشتی ها هستن، اینا کشتی های پرتغالی هستن که به جزیره قشم آمدن و از اونجا خواستن وارد ایران بشن، که فکر میکنم یک از شاه های صفحه بود که رفت به جنگ شد و اینا رو بیرون راند از خلیج فارس. ولی به اصلا به این که بگن کشتی فرش پرتغال. این یه نمونه دیگه از اون هست. اینجا فقط یه دونه کشتی میبینید
ماهی، ولی این ماهی رو نهنگ میده و این شخص داره غرق میشه در آب. اگر دقت کنید که بعد از جنگی که جنگ باختن اینجا، اینجا باز پرتغالی‌ها هستن، بازم یک نمونه دیگه ازش هستش. بعد از اون میرسیم به یک کاتگوری. او من یادم رفت میگم در قرن 16 هم همین اسکولاره که اومدن خواستن طبقه بندی کنن قالی ها رو، اومدن قالی ها رو به چند طبقه، به چند خانواده تقسیم کردن. اولیش گفتن مدالیون کارپیس، یعنی فرشایی که تورنج دارن. تمام فرشایی که در قبل این همهش همگی یک تورنج مرکزی داشت، یعنی تمام موتیف قالی به دور یک تورنج گرد میاد و بافته شده بود. نوع خانواده دوم بهش میگن ویز کارپتس. حالا در اینجا شما نمیبینید ولی معمولا گلدونی هستش. در موزه اتناتا یه نوع ویز کارپت بود، گلدونی هستش که گلها و شاخه ها از اون میاد بیرون و آمدن بیرون. بعضی از این ویز کارپت ها چندین گلدان داره در تمام فرش اینها گذاشته شدن. بعضی ها مثل این گلدانی نداره ولی جزء خانواده ویز کارپت ساخته میشه. این یکی از زیباترین به نظر من داره، به داوری من یکی از زیباترین قالی های ویز هستش، گلدانی هستش و متعلق به خانواده روچیلد. این هم یکی از مشهورترین قالی های ویز هستش. هنوز که هنوز این نقشه رو میبافن در تبریز و بهش میگن نقشه شاه عباسی. به این نقشه میگن نقشه شاه عباسی. این هم ماره گولبنکیان در لیسبون هست. این هم باز فرش بسیار بسیار نفیسیه. این یک کتگوری دیگه هستش، فرش های شکارگاه که همونجور که آشنا هستی حتما، چون خودتون دیدین بسیار فرشای شکاری رو، شکارگاه رو، اینها رو از این کاشان هست و صد همهش از سیرک هستش. دقت بکنید به یک موتیفی که اینجا این پایین در این حاشیه قرمز خیلی پایین میبینید، یه چیزی مثل اس، مثل حالا بخوام بگم مثل یک مار. این رو میبینید این پایین همگی؟ بله. این دائما اینجا هستش. این موتیف در واقع از چین اومده. این اصل این موتیف از آثار نقاشی های چینی یا فرش های چینی بوده و پارچه های چینی. به این میگیم کلاد بند. در واقع یک نمادی از ابر هستش. این ابر، اینا دو پرنده ها رو که میبینید، اینم ابر گل. حالا من در مورد بیشتر توضیح میدم و خواهید دید که جاهای دیگه هم از این فرش ها میاد جلو. جزء فرش های مدالیون وارد سکتور آناتولیان شده، یعنی ترکی شدیم. این مشهورترین موتیف و از مشهورترین نوع فرش های ترک هستش، مال از قرن 16 هم به بعد، 16 هم، 17 هم، 18 هم، حتی 19 هم، ولی بعد دیگه این رو نبافتن، دیگه نمی بافنش و لزوم هم نیست بافن چون ارزشی نداره. اگر بخوام بافن میشه در واقع میشه کپی. این تا 18 هم، قرن 18 هم ارزشمنده، هرچند قدیم تر باشه ارزش خیلی بالاتره. به این ما میگیم مدالیون اوشک، اوشک تورنجده، اوشک مدالیون. اوشک نه همون دوباره شهری هست در 200 کیلومتری ازمیر، شرق ازمیر. بیشتر صنعت قالی بافی ترکیه برای رفتن به اروپا، یعنی صادرات به اروپا، در شهر اوشک انجام شده. درست مثل ایران که یک سری اومدن اونجا اینوست کردن، به ترکیه هم رفتن، اینها در شهر اوشک رفتن بافندگیشون. همون افرادی مثل اون آقای زیگلر که برام تعریف کردن، یک آمریکایی بوده که این کار که انگلیسی ها خیلی اونجا بودن. برصد این تعداد زیادی از این فرشای مدالیون نمیدونم چرا ولی در ایتالیا پیدا میشه. اوشک های مدالیون خیلی زیاد در ایتالیا پیدا میشه، در قصرهای ایتالیایی، خونه های قدیمی ایتالیایی. این هم مثل اینکه علاقه داشتن به این موتیف، خیلی زیاد در اونجا هستش. نوع دیگه فرشای ترکی که برمیگرده به قرن 15 هم و 16 هم میلادی، این نوع فرشای کوچیک هسته. اینها هم باز همون دوروبر اوشک بافته شده. اتفاقا من 10-12 روز پیش اونجا بودم،
دهکده هایی که الان همه تقریبا به شهرهای کوچیک تبدیل شدن هستش به نام همون گردس یا نمیدونم سیواس یا نمیدونم سیواس در شرق دمیرجی که اینها این قالی ها رو میافتن یکی از اومدن برای همون برای اینکه بخوان کاتگورایز بکنن فرش ترکی رو اومدن دیدن که یک سری نقاشان آلمانی هلندی و ایتالیایی اینا نقاشی که میکشیدن همیشه یه فرشی توی نقاشی بوده و هر نقاش هم یک نوع فرش رو به کار میبرده. این لندین هولباین این هولباین اگه شما نگم آلمانی بوده این همیشه این موتیف رو در این موتیف فرش نقاشی میکرده. بنابراین اگر امروز فرشی با این موتیف پیدا شه با اون قدرتش به فرش‌های گروه هولباین مشهور هستن نامگذاری شدن. اینجا هم باز یک هولباین میبینید ببینید اون یک 8 ضلعی هستش در اونجا. اینجا هم به نوعی یک فرش هستش، حالا این هولباین دقیقا نمیتونم بگم هولباین هست ولی فرشی هستش که این سه گوش بهش میگم سنتمنی یا چنتمنی هستش که نشونگر اینه که این قالی مال ترکیه هستش. حالا هانس هولباین لورنزو لوتو نقاش بعدی که خیلی در فرشا به کار برده لورنزو لوتو هستش. این تابلو امبسادور هستش که یکی از مشهورترین نقاشی هستش. این هم ولی باز هولباینه، این هم باز هولباین هستش، این موتیف هولباینه و این فرشی هستش که ببینید بوردر همین بوردره و این موتیف خیلی شبیه هستش، همون فرش نیست ولی میبینید که چقدر شباهت داره. اینا فرش های لوتو هستن، این موتیف، این دیزاین مال لوتو هستش به حالت خیلی جالبیه. من خیلی دوست دارم این نقشه رو. اینجا ببینید همین نقشه در اینجا به کار گرفته شده، اون شخص که اونجا هستش نمیدونم چیکار داره میکنه ولی در کلیسا باید باشه، یک قالی اونجا آویزونه. اینها فرشای لوتو هستن. اون موتیفی که بهتون گفتم که در اون پایین ببینید مثل مار بود، این باز همون موتیف هم بازم کلاد بند هستین. اینا ابرن، نمونه های ابر هستن، سمبل ابر هستن. این بهش میگن به بوردر کارتوش. بعد از اون میرسیم به فرش های دوران مغول در هندوستان. این یکی از معروف‌ترین فرش هست، بر نقشه خیلی از این نقشه چندین اگزامپلز بافته شده، مرغ های بهشتی هستن. این یکی از دیزاین های خیلی مشهور مغال هستش، یک این گل ها که با هم دیگه مثل کاشی در واقع کاشی هایی که در کاشیگری های اصفهان به کار برده میشه و اجازه در تمام این هم گل هستش که یک شاخه گل هستش در شهر آگرا به احتمال قدیم بافته شده. این یک موتیو دیگه هستش خیلی زیباست، بازم دوران مغال هست. بعد از اون دفعه از اون فرش‌های موزه‌ای چند صد ساله برمیگردیم به فرش‌های نومادیک. یه مقدار درباره فرش‌های ترکیه هم می‌خواستم توضیح بدم. آشنایی دونستن و شناخت فرش‌های ترکمن سخت‌ترین کاره، یعنی واقعا یکی از مشکل‌ترین. تعداد خیلی اندکی شاید 3 یا 4 نفر در دنیا هستن که میتونن فرش‌های ترکمن رو بشناسن و از هم تمیز بدن، تشخیص بدن. خیلی خیلی کار سخته چون همه شبیه هم هستن و اینکه بخواد بگید چند سالشونه، مال کدوم قبیله هستش، مال نمیدونم با چی بافته شده، خیلی سخته. به این جنرال به این موتیف ببینید پریر راک هستش، به این میگیم انسی. این انسی خیلی زیبایی هست چون که توی حاشیه‌اش گل داره. ترکمن ها زیاد از رنگ استفاده نمی کنن، همه رنگ ها این قرمز خیلی پررنگ و آبی و سفید، این سه تا رنگ رنگ هایی هستن که دامینیت می کنن فرش های ترکمن ها و همین کار خیلی سخت می کنن. این یه دونه تکه هستش، تکه بخارا بهش می گن.
این یه دونه بشیر هستش، بشیر مین کارپت بهش میگیم ما. اینا معمولا 2 متر و 20 در 6 متر 7 متر هستن، خیلی برای چادرشون میافتن. خیلی سخت میشه یکی از این قالیا پیدا کرد که اینا دمیج نشده باشن، سالم باشن. اینا خیلی زود اینا سابیده میشدن و میشد. این هم باز یه دونه بشیر هستش، باز هم همون موتیو، ببینید باز همون موتیو مار اینجا هستش، همون کلاد بند. ببینید در فرش های کاشان، در فرش ترکیه، در فرش ترکمن، اینا همون موتیو های تکرار میشه. این هم باز همون کلاد بند هستش، خیلی قدیمته. این یه فرگمنت خیلی قدیمه از یک فرش هستش. بعد میرسیم به فرش‌های حوضه قفقاز. قفقاز در واقع میشه اون تریتوری، اون منطقه‌ای که ما از دست دادیم در قرارداد ترکمنچای آذربایجان و ارمنستان امروز. فرش‌های بسیار زیبایی میافتم اونجا و اینا این مورد علاقه من از همه بیشتر من فرش‌های قفقاز دوست دارم، چون زیبایی خیلی خیلی خاصی به این فرش هستش. دو تیپ فرش قفقازی ما داریم. یه مدلشون رو ما میگیم شیروان، اینا معمولا فاین ترن. البته خود شیروان چندین شهر و چندین دهکده داره تمیز دارن، این اصلا دیگه خیلی ولی زیاد سخت نیست، ولی بعد از هم تشخیص داده بشن. اینا خیلی فرش ریزبافتری هستن و تاراپود همه از پشمه. البته من فرش های آنتیکو میگم، از تا قرن 19 از قرن 19 به این بر، بعد از سوویت ایرا فرق کرد این ماجرا، هیچ کدوم از این زیبایی ها رو دیگه در فرششون نتونستن ببافن. ولی این به این فرش ما میگیم آکستافا. آکستافا یک شهری در آذربایجان. این یک دونه مشخصه کاملش این مدالیون های هشت پر هستن و این طاووس ها. هر وقت شما این فرش دیگه طاووس به این شکل داره و این میدونه اون آکستافا هستش. یکی دیگه از نقشه های دیگه هم داره و این بوردر، این حالت قوچ ها، دو سر قوچ ها لگه بشه و یک کارتوش وسطش، این هم مشخصه فرش های آکستافا هستن. این یک فرش خیلی جالبه. بازم ببینید اون کلاد بند اینجا هم هست، میبینید این اومدیم مثلا شاید هزاران کیلومتر این برتر، ولی باز و این افرادی که این فرش ها رو بافتن با همدیگه هیچ ارتباطی نداشتن. اینا فرش ها بوده 120 سال 150 سال پیش بوده. این نبوده که کسی باشه بره ترکمنستان ببینه اونا چی میبافن بعد برگرده بیاد آذربایجان اینو ببافه یا بره ارمنستان به قفالی ببافه. اینا از روی حافظه جمعی و حافظه تاریخی دارن فرش ها رو بافتن. واسه همینه که برمیگرده این سورس تمام قالیا برمیگرده به ترکمنستان و آسیای میانه، چون اول اون موتیو همه اونجا درست شده. به هر صورت حالا این یه حالت پریر راگ هم به این میده، یعنی چون که گیش داره، یعنی به طرف جهت داره قالی، تا حدودی شبیه قالی پریر هم هست، ولی فکر نمی کنم پریر راگ باشه. من تشخیص میدم این قالی چیچی باشه، بهش میگن چیچی، درست تلفظش همینجوری که من میگم چیچی، به خاطر بوردر. این بوردر تیپیکال شیروان های چیچی هستن، ولی نقشه وسطش چیچی نیست، نقشه دیگه شخصی شیروان معمولی داره، خیلی غلطه نقشه این قالی. این هم بازم آکستافا هستش فکر میکنم، بله این هم یکی دیگه، یکی دیگه از دیزاین های قالی های شیروان هستش، خیلی زیباست. این کزکه. رنگ ها همه گیاهی، یعنی تمام رنگ ها رو توسط الیمنت های طبیعی درست میکنن. بعد کتگوری دوم قشرهای قفقازی میشه فرش های ما بهشون کزک میگیم. کزک ها معمولا درشت بافترن و پود تار همیشه معمولا از پشم هستش، پشم سفید رنگ خرد رنگ، بعضی وقتا پشم قهوه‌ای یا سیاه، یعنی پشم ناتورال سیاه هم استفاده میکنن. اکثر مواقع پودها قرمز، به رنگ قرمز رنگ میشن. یکی از مشخصه‌های فرق دادن کازاک با شیروان هستش. این کازاکی که میبینید اینجا، بازم ببینید نقشه قوچ جزه به این بعضی‌ها به این بوردر میگن بوردر نردبانی، بعضی میگن بوردر جام شراب، چون اینجا شبیه جام شراب چیزایی هستش. حالا تو این زیاد دیدنش، اینجا پایشه و اینم جام شراب هستش. به اسم این مدل کازاک بهش میگن کازاک کاراچوف. صدی 80 اینا به رنگ سبز کفشون،
زمینی قاره رنگ سبز هستش، دلیلش رو نمیتونم بگم چرا. بعضی وقتا عوض میکنن خیلی به ندرت، من یه دونش رو دارم در ورهاسم اگر دوستان بیان نشونشم، به جای اینکه کفش سبز باشه کفش سرمه‌ای هستش، قرمزش هم خیلی نادره. این یکی از مشخصات کاراچوف هست. سریع رد بشیم، به این کازاک میگن کازاک سوان. سوان یک بازم شهری هست در قفقاز، بهش شیلد کازاک هم میگن چون حالت یک سپر جنگجویی داره. این هم فرش بسیار زیباییه. این کازاک از خانواده فخرالو هستش، بهش میگن فخرالو. پریر هستش، معمولا فخرالو پریر راک هستن. این نزدیک فخرالو، این به این نوع کازاک میگن لوری پامباک. لوری پامباک این دیزاین وسط این دوتا لاله ها رو در نظر بگیرید، ولی فقط این دیزاین رو در نظر بگیرید. در یک فرش دیگه هم اون ابتدا من نشون دادم این دیزاین بود، حالا خودم بیارم بکنم اون فرش بود، خیلی برام جالب بود اون فرش هم این دیزاین رو داشت. حالا فرش بعدی هم نگاه بکنید، این بازم همون دیزاینه. اینا دوتا خانواده مختلف هستن. اینجا شما بهتر این جام شراب اینجا بهتر میتونید ببینید. این رو این یکی از نایابترین نوع انواع کازاک هستش، بسیار قیمتیه، البته ریلاتیو دو قیمتیه، من نسبت به فرشای دیگه ده ها هزار دلار قیمت این قالی هستش. یه چیز خیلی کوچولو، مثلا شاید 4 فیت با 3 فیت باشه، معمولا خیلی کوچیکن. بهش میگن پوست حیوان، کازاک با دیزاین پوست حیوان از خانواده فخرالو. این هم یکی از نایابترین کازاک. اون کازاک اولی کاراچوف داری پنبک، اونایی که من نشون دادم زیاد پیدا میشن، اینا واقعا نایابن. اینو بهش میگن پین میل کازاک، چرخدنده، کازاک چرخدنده. ببینید به حالت، البته این سوستیکا بوده، اون علامت بی نهایت بوده که به این شکل در اومده یواش یواش، این سوستیکا بوده و به این حالت در اومده. پین میل کازاک خیلی نایابه. کازاک بعدی که این خیلی نایابه، این کازاک بهش میگن ستار کازاک. این هم کازاک ستاره، یه ستاره هایی داره، این هم خیلی نایابه. این همیشه فیلدش سفید هستش. اینا واقعا نایابن، یعنی کارکتور ها حاضرن ده ها هزار دلار پول بدن تا یک اینا رو به دست بیارن، در حالی که مثلا ممکنه یه دونه قالیچه بسیار فاین قوم ابریشم رو حاضر نباشه کسی بخره. این تمام این عکسای ناشون همشون قابل توجه کلکتور هست، یعنی اینا کلکشن میکنن. این رو بهش میگن آدلر کازاک یا چلابر، چلابر اسم دیگه شه، و یا ایگل کازاک. ببینید این حالت یک عقاب داره، این پاهای عقاب داره، دست عقاب داره، حالا این اسم معروف اینجا چشما هستش. و البته این کزک نیستش، این قرباق هستش، تکنیکش یه نوع دیگه هستش، اصلا از یک ریجن دیگه میاد، از ارمنستان میاد، ولی با به طور عام بهش میگن عبدال کزک یا چلابر یا ایگل کزک. و آخرین کزکی که اینجا برای شما دارم فکر کنم این هستش، بینم باز هم اون مدل، باز هم اون موتیو اینجا هستش. به این هم میگیم همون کلاد بند یا چوندولسک. چوندولسک هم اسم محلیشه. این یک کزک چوندولسک یا کلاد بند هستش، همون موتیف داره، اینجا تکرار شده. براتون نشون بدم که حالا به موتیف رو میگم، ببینید این همون موتیف از چین اومده، بعد رفته رفته به اون حالا تبدیل شده. این بازم ببینید همون اینا قالی های چینی قرن 18 هم هستن، همون مدل ها هستش، همون کلاد ها. اینا ابرن در واقع، ابرو که بافتن، و اینا ابرن و این پلنگه، این تایگر بهش میگن، پلنگ اینا بافتن. و اینجا دو دفعه خواستم دو دفعه نشون دهم میبینید اونا رو، همون ایمیتیشن اون موتیف رو. اینجا هم باز در یه دونه اون شکل دوتا بازم همون موتیویشن رو میبینید، کلاد بند. و از همه جالبتر
که در معمولا تمام کازاکای چوندولست یا کلادبند دارن یه سوستیکا وسط مدالیوناشون هستش، یک صلیب شکسته که هیتلر نازی‌ها از این الهام گرفته بوده. البته این از چین میاد، اصل این از بوده سمبول بودیستی میگن هستش، ولی خب در اینجا هم میبینیدش. حالا این خیلی زیاد خوب نبافته بافنده، بعضیش واقعا شبیه یه سوستیکای واقعی هستش، مثل این خیلی خیلی بهتر بافته موتیف رو. بعد از این میرسیم به این یه فرش قشقاییه با تایگر. یک زمانی در دشت‌های ایران شیر و ببر بوده در شمال ایران، دیگه الان وجود نداره، ولی در فرش‌های قدیمی ایران اینا رو درفه بافتند. بعد از اون میرسیم به خطه آفریقا. اینا رو من خیلی سریع میگذرونم. مراکن راگ هستش، مراکن راگ. اینا میره وارد کاتگوری قاره دکوراتیو در واقع میشه امروز. البته اینا قاره نومادیک هستن. این قاره نومادیک در مراکش و الجزایر سری کوهستان هست، کوهستان اطلس بهش میگن. در اونجا قبایلی زندگی میکنن که قالیهایی میبافن. قالیها بسیار زیبا و بسیار آوانگارد هستن، تا حدی که یه عده‌ای میگن کاندینسکی نقاش بزرگ در سفری که به اونجا داشته موتیف های این فرش ها رو یاد گرفته و اون در نقاشش به کار برده. خیلی عجیبه این ماجرا. حالا برسر من دو تا نمونه شد، سه تا نمونه بیشتر نشون نمیدم. این یکی از مشهورترین موتیف های فرش های مراکش از مثل همون خرسک و حسین ها، خیلی خیلی فایل زیادی دارن و خطهای سیاه. خیلی ببینید خیلی مدرن آرت هستش، خیلی با اینکه ممکنه این البته این قالی نو هستش، قالی کهنه هستش، ولی 100 سال پیش 120 سال پیش هم همینجوری میگفتن که خیلی به مدرن آرت و آرت کانتمپورن قرن بیستمی خیلی نزدیکه. این یکی دیگه اش ازش. اینا حالا من دقیقه اسم قبایل نمیدونم، بن اوریان یکیشه، نمیدونم اطلس یکی دیگه اش، رابط هستش که قالی میبافته. رابط فرق داره با زیر صوتی اتومان که بودن، اینا اتومان امپایر که بودن، فرشای خیلی شبیه فرشای ترکی بود بیافتن اونجا که عکسش اینجا ندارم. این بازم از اون قالی های خیلی عجیب غریب مراکشی هستش که استفاده میکردن. بعضی گبه ها به این شدت نیست، ولی بعضی بافته ها شده ها در عشایر فارس و جنوب هم این حالت رو دارن، ولی در قالی مراکش خیلی خیلی بیشتر به شدت. یه چیز جالب که براتون میگم، اینا بعضی وقتا به جای اینکه از پشم استفاده کنن یا از نخ استفاده کنن، از پارچه استفاده میکنن برای تار و پود، حتی از پارچه استفاده میکنن برای پارچه رو قیچی میکنن به صورت نخ، ولی خیلی ریز خیلی ظریف، بعد با اونا میشن فرش بافن. من یه نمونهشو دارم، بعدن اگه دوستان مایل باشن به من بگم براشون عکسشو ایمیل میکنم. این یکی دیگه از فرش های مراکشی. ببینید بازم اینجا این دیزاین های غیر هارمونیک، هیچ سیمتری شما در اینجا نمیبینید. این از چشم من این زیبایی رو نشون میده، برخلاف مثلا یه فرش اصفهان که ممکنه متر به میلیمتر این ورش با اون ورش همون گل بافته شده باشه. این خیلی فرش زیباییه از دید من، اینکه بافنده تا اینجا از رنگ سیاه استفاده کرده، بعد اینجا رنگ سیاه رو قطع کرده، اینجا این لوزی ها رو نیمه تمام گذاشته. خیلی چی تو سرش بوده من نمیدونم، ولی خیلی جالبه. حالا شاید ندونید، ولی در امریکا هم فرش میبافتن. سرخپوست های امریکایی، مکزیکی ها، اینا هم بافنده های در فرش دارن. در امریکا معروف هستن به نواهو. البته این فرش ها رو ترابه مختلف میبافن، قبایل مختلف میده، ولی به فرش های نواهو معروفن. این جالبه. اون موتیو کازاکی یادتونه که گفتم پوست حیوان داره؟ این در وسط نیو مکزیکو یک شخص اینو بافته. این سوستیکا رو میبینید اینجا؟ کسی نمیتونه توضیح بده که چطور ممکنه یک سرخپوست آمریکایی 100 خورده سال پیش اینو ببافه و یک نفر در
آذربایجان اونو ببافه و یک نفر هم در ترکمنستان ببافه. چجوری امکان داره اینو کسی نمیتونه توضیح بده. خلاصه این از این. این هم یه نواهای دیگه هستش. در ضمن بگم پشای نواهو این هم کلکتور خیلی خیلی زیاد دارن. امریکایی خیلی دوست دارن فرشا رو. همه این فرشا اینطور که من میگم نیست، ولی بعضی از اینها توی حراجی های کشور امریکا 150,000 to 180,000 فروش رفته. سایزشون هم قد یه رو تختی نصفه هستش، یعنی خیلی خیلی کوچیکن اینا، شاید قد یه دونه پادری باشه و گلیم هستن. اینا پای ندارن، گلیم هستن. دیگه از اینجا دفعه برمیگردیم به کوینکا و اسپانیا. همون یادتونه گفتم یه گره مخصوص اسپانیا دارن. برمیگردیم به اروپا. اروپا پاریای اروپا رو نشونتون بدم. اینها فرش‌های قرن 14 15 16 اسپانیایی هستن که بازم ببینید اون هولباین و اون مدالیونش، اون موتیوایی که توی قلی پازیریک بود، اینا همه در اینجا به نوعی دیده میشن. این یک دیزاین تیپیکال کوینکا هستش. این آلکاراز این کوینکا هستش. در ضمن اسپانیایی ها یک در قرن بیستم، حالا دقیقا نمیدونم، ولی در قرن بیستم مقدار خیلی 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 زیادی در دوران فرانکو بیشتر فرش هایی با موتیو اروپایی که این موتیو فرانسوی هستش در واقع، ما بهش میگیم سابونری. سابونری برای داستانشو براتون توضیح بدم، خیلی قشنگه داستان سابونری. در فرانسه اینا تولید میشده از قرن، از زمان هنری چهارم فرانسوی شروع کردن به سابونری بافتن برای خودشون، برششون. و اسپانیا هم این لیمیتد کردن. یک فرانکو یک دونه کارخونه فرش بافی در مادرید درست کرد به نام ریال فابریکاسیون و فکر میکنم یکی از فرش های ریال فابریکاسیون باشه. معمولا سایزهای خیلی بزرگ در تمام مقدار زیادی قصر و قلعه در اسپانیا هست. تمام این قصر و قلعه ها من یا پرودلیگی یه موقعی که مسافر کردن اونجا با فرش های اسپانیایی تزئین داده شده بود. بیشتر جنبه دکوراتیو داره، زیاد ارزشی ندارن نسبت این فرش ها. حالا ببینیم سر اصل سوانوری. سوانوری و اوبوسان اینا فرش های فرانسوی هستن. این تابلو نشون میده یه دلگاسیون، یه دونه سفیر دولت عثمانی رسیده در کاخ ورسای جلوی شاه فرانسه. از جمله کادوهایی که اینا آورده بودن فرش بوده و شاه فرانسه خیلی خوش میاد از این فرش‌های نفیس. و هنری چهارم یه روز به خودش میاد و میبینه مقدار خیلی خیلی زیادی از سرمایه فرانسوی ها رو، اینا حتی اون موقع هم به این فکر ها بودن، داره میره به طرف شرق، به طرف ایران و در دمشق و ترکیه و اینا فرش های نفیس شرقی خریداری بشه. واسه همین دستور میده به یک فرانسوی به نام پیر دوپون که رفته بوده یک سفری به لوانت کرده بوده، دستور میده که برو و برای من فرش بباف، یاد بگه چجوری تو رفته اونجا رو گشتی، یاد بگیش. اینم میاد میره مقدار خیلی زیادی بافنده با خودش برمیداره میاره و یه شریک هم داشته به نام لوگده. با لوگده با هم دیگه و شروع میکنن به بافتن فرش. تمام به قول معروف فاند این کار رو هم خب مسلمه که دربار پرداخت میکرده. اینا حدود چند ده سالی این کار رو انجام میدن، ولی این دو تا شریک با هم دیگه کارشون نمیگیره و دعواشون میشه باره به هر دلیلی و از هم جدا میشن. اون لوغده میاد میره در یک جای دیگه کارگاه بافندگی خوش درست میکنه. اون جایی که میره کارگاه بافندگی خوش درست میکنه در واقع یک کارخونه اباندان شده، یعنی متروکه صابون سازی بوده و سوان به فرانسوی میشه صابون، یعنی صابون به فرانسوی میشه سوان. بنابراین فرشایی که بافته میشدن بهشون میگن سوانری، یعنی صابونی. این سوانری ها رو در ضمن
فرانسه اوج هنریش بوده، بعد از رنسانس بوده و رنسانس به فرانسه رسیده بوده، هنرمندان خیلی زیادی بودن در فرانسه که نقاش بودن و طراح بودن، کاخ ها رو می ساختن و اونها نقشه های برای بافت این فرش ها میدن که این فرش ها عبارتند از این شکل شمایشون هستش. اینها فرش های فرانسوی هستن. نمیدونم چند نفر از شما تا حالا کاخ ورسای رفتید یا کاخ موزه های دیگه فرانسوی، دائم از این فرش ها میبینید اونجا. جزء گرونترین و قیمتی ترین فرش های جهان هستن. فرش های سواندری های فرانسوی اگر مال اپاک باشن، یعنی مال همون دوره ای باشن که لغده یا دیپون فرش میگفتن. به غیر این، البته ساوندری به این جنرال ساوندری به فرش هایی گفته میشه که پایل داشته باشه، یعنی گره ترکی دارن، همون گره گردس دارن و پورز دارن، پشم خیلی خیلی اعلی استفاده میکنن، فکر کنم پشم رو از آیرلند میآوردن، یه پشم خیلی خیلی مثل مخمل بود این فرش ها. بعضی هاشون خیلی خیلی مثل تبریزای 68 خیلی ریز هستن ولی عمدتا آنچنان ریز نیستن، یعنی نسبتا درشت بافن و انواع اقسامشون هستش. اینجا فلور دو لیس، اون آرم دربار فرانسه رو می‌بینی، از جوبت فرش خیلی معروف بشه که عکسش براتون نشون میدم. این هم یک ساوندری دیگه هستش، یک فرگمنت هستش، می‌بینید که بوردر نداره، این یک فرگمنت یک قالی 300 400 ساله هستش، سابیدم شده، معلومه نقش‌نما هستش ولی باز موتیو‌ها رو می‌بینید، گل‌ها رو ببینید، اینا از علائم قالی های اروپایی هستن. این دیزاین، این طور طرح و نقشه خیلی فرق دارن با فرش هایی که قبلا نشون دادم. ممکنه همسان سال مثلا قالی های ویز یا قالی های شکارگاه باشن ولی دیزاین کاملا فرق میکنه با اروپایی هستش. یک نوع فرش دیگه فرانسوی ما داریم، بهش میگیم اوبیسون. اوبیسون یه شهری در فرانسه و فرش هایی که در اونجا بافته میشه، در واقع اینا اول شروع کردن تپستری ساختن. تپستری گلیم هایی هستش که روش انسان ها هستن، افراد داستان، در واقع داستان تعریف میکنن تپستری ها. یک داستان، یک سوژه ای رو به حالت گلیم میبافن و به دیوار میذارن. اینا استاد گلیم بافی بودن در واقع و اون بعد شروع میکنن فرش اوبوسون بافتنی، فرش هم برای زمین انداختن بافتن. این هم دیزاین، تیپیکال دیزاین اوبیسون هسته، شوالیس فکر میکنه و این اپوکش دورش بانه ناپلئون سومه به احتمال قوی، زیاد زیاد قدیمی نیستش. ببخشید بهروز جون، بله. چون که خیلی افراد دستشون بالا کردن و شما هم ما 45 دقیقه اضافه بر وقتتون صحبت کردین، خب میخوام ببینم که چقدر دیگه و شما دارین که 5 دقیقه خوش... بله 5 دقیقه. دقیقه بله بله خواهش میکنم. اینها تپستری هایی هستن که گفتم، اینا معمولا موتیوهای یا بیبلیکال دارن یا موتیوهای میتولوژی معمولا، ولی خب داستان دیگه هم هست، اگر شاهی جایی که پیروز شده باشه اونا رو به حالت برای گلوریفای کردن اون شاه به حالت تپسی در میارن، میگفتن معمولا با پشم و ابریشم هستن. این یه دونه دیگه هستش، ببینید چقدر خیلی هم بزرگ، یعنی یه دیوار کاملی میپوشونه. ما در ایران به اینا گوبلن میگیم ولی گوبلن فقط یک مدل از تپستری هستش. گوبلن به شهری بوده که میبافته، شاه فرانسه اونجا یک مانیفکتور درست کرده بوده که فرش بافن واسش، بهش میگن مانیفکتور قایاد گوبلن و اینها بافته اونجا هستش. غیر از اون پرتغالی هستن که فرش میبافن، فرششون رو بهش میگن نیل پوند. یک جورای خیلی شبیه سوماکای بود که نشون داده ولی موتیوای اروپایی هستش. این یه خانومه که داره پرتغالی که داره فرش مدرن پرتغالی میبافه، پس فکر نکنیم که فقط ما فرش میبافیم. این خیلی خیلی خرابه ولی یکی از فرش‌های خیلی مهمه، فرش‌های اوکراینی. تمام کاخ‌های روسیه به فرش‌های اوکراینی تزیین شدن، خیلی خیلی هم گرون هست، خیلی هم نایابن حالا ولی الان دیگه این نیست. فرش آکسمینستر فرش‌هایی هستش که در انگلستان میبافتن، در همون دوره تمام کاخهای انگلیس باز هم و فرشاشون از آکسمنستر تهیه میشه، خیلی از معمولا از ساوندری گرونتر هستن، قیمتی در هستن.
این هم یه آکسمینستره ولی با دسن شرقی، ببینید به بوتجقه داره و خواستن حالا یا اوشاگه فرش ایرانی رو تقلید بکنن. اینها میرسیم به دوره ویلیام موریس. ویلیام موریس در قرن 1864-1896 در قرن 19 زندگی کرده، یک استاد طراح پارچه بوده و فرش‌هایی را هم این طراحی کرده. بیشتر موتیف فرش‌ها می‌بینید که ما به پریود اغنوو نزدیک شدیم، به این حالت حدود بهش میگن بل اپوک، از 1890 تا 1910 1920 اغنوو، این حالت فرش بوده، مثل کاغذ دیواری بوده فرش‌هاش. می‌بینید که حالا یکی دیگه هستش بودم این موتیوا رو درست می‌کنه ویلیام موریس. اینا هم اگر پیدا بشه که فکر نمی‌کنم بهشون، تمام فرش‌های ویلیام موریس یا در موزه هستن یا در کلکسیون‌های روزی، خیلی به ندرت میشه یکیشو دید توی مارکت، خیلی خیلی قیمتی هستن. در هلند، آیرلند هم قدیمی بافتن، این هم یک مدل از فرش‌های آیریش هست، به اون مانیفکتچر که در ایرلند قالی بافی می‌کنه بهش میگن دونگان. خیلی زیاد فرش اروپایی و این هم باز مال پریود آرت اند کرافت یا ویلیام موریس هستش، عزیزانش پیداست. این که 100% مال آرت نوو هستش، این هم یه دونگاله موتیف آرت نوو. اگر شما فیلم لورد آف دی رینگز دیده باشید، یکی از اون قبایلی که همیشه در حال جنگ بودن، بیشتر تمام تزئینات اون فیلم دکوریشنش به این حالت بود که میشه آرت اند کرافت یا آرت نوو. این یه فرش بلژیکی هستش، بلژیکی استاد آرت نوو هست، از آرت نوو ساخته شد این استایل، این قیافه برای دیزاین پارچه ها، طراحی مبلمان، پارکت های روی زمین، اینها به این استایل میگن آرت نوو. و بلژیکی ها استاد این کار بودن، بهترین طراح های آرت نوو بلژیکی بودن. بعد میرسیم به فرش های چینی که میشناسید، اینا این فرش پکن هست، چندین نوع فرش چینی داریم. پکن هستش که خیلی خیلی نرم هستن اینا، بافتشون خیلی خیلی نرمه و خیلی کوالیتی پشم خیلی بالایی دارن. این فرش رو بهش میگن نیکلسون یا نیکلز. این نیکلسون یک سرهنگ انگلیسی بوده که در چین بوده و اون دستور داره این نوع فرش رو براش بافته، هر از رنگ های خیلی خیلی پر رنگ استفاده کرد و این دیزاین هایی که عجیب و غریب به اینا در ضمن آرت دکو هم میگن، فرش آرت دکو چینی. این یه آرت دکو دیگه هستش، هم به اون شکل، ببینید حاشیه سبز رنگ، مشخصش داشتن رنگ های خیلی قوی. این یک فرش نینگشیو هستش. نینگشیو در واقع میشه بهش میگیم شرق ترکستان، بهش میگیم تیبت و بین مرز تیبت و چین. این هم باز همون سگاره که میبینید هستش در اینجا. بافت اینا خیلی 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 باز هست، گره گردستن و خیلی فرشای نرمی هستن، میشه تاشون کرد یا خیلی کوچیک میشن این فرشا. بعد فرشای دکوراتیو ایرانی هستش که سراپیا هستن، این نوع هریس هست در شمال شرقی، شمال غرب ایران بافته میشه، خیلی خواهان داره در مارکت. به این نوع فرش میگن، با اینکه بافت در شهر هریز هستش میگن سراپی. این یک سراپی دیگه هستش، این همون محل سلطانآباد هست یا شاید فرهانی فرهانه، این هم بخشیاییش بد باشه، این هم سلطانآباده. اینا تمام فرش هایی هستش که گفتم اروپایی اومدن در ایران نقشه ها رو دادن و گفتم براشون ببافن برای صادرات به اروپا و دکوریت کردن خونه ها و فروش، یعنی اینا برای تجارت بوده، برای تجاری هستن اینا. در مورد این یک اگرا بد باشه، بافت هندوستان. این هم این اصل نیست، این شاید مثلا 100 سالش باشه، ولی همون بافت فرشای مغول هستش، میبینید همون نقشه همون ترسیم اگرا با یا آمریکا بافت هندوستان. این یک اوشک هستش، اوشک 100 سالشه که خیلی خیلی خواهان داره در امریکا الان این نوع فرش. این باز یه اوشک هستش، خیلی خواهان داره. این هم باز اوشک هستش، فکر میکنم مادرن باشه، این قدیمی نباید باشه. این هم نوع فرشی است که ما الان میبافیم در ترکیه برای مارکت امریکا. این یک فرش تبریز هست، از
استادان بافنده در تبریز حاجی جلیلی بوده، این یه دونه تبریز حاجی جلیلی هستش، این تبریز جوان امیرخیز هست، این یه فرش کاشان از استادهای کاشان که در کاشان بافندگی میکردن، سرآمدشون کارگاه محتشم بوده، محتشم کاشان. این هم بازم یک محتشم کاشانه که یوسف زلیخا رو عروسیشون یا حالا هرچی که هست مهمونیشون رو کشیدن. این فرش مشهد هستش، به استادی که در مشهد بافندگی میکرده تردشنه اموغلی هست، اینجا مارکش هستش، مشهد اموغلی که از قرار شخصی ترکی بوده، از تبریز رفته مشهد و شروع به بافتن افقالی های نفیس در مشهد کرده. یکی دیگه از استادان مشهدی صابر هستش، این فرش فرش کرمان هست، فکر کنم یادم میاد اسم بافنده این تکه، ولی رشید فرخی و آقای فرخی اینجا هستن، فکر میکنم رشید فرخی بود، این که کرمان راور هستش، سفارش قازان، قازان یکی از تجار نیویورکی بوده که از ارامنه که در ایران فرش بافی میکرده. این هم اصفهان سیرفیان، استاد بافندگی در اصفهان، یکی از نمونه‌های فرش اصفهانه. اینها از نمونه‌های قدیمی فرش اصفهان هستن، قبل از دوران پهلوی، مثلا قبل از دوران محمد رضا شاه به این شکل اصفهان قالب بافی میکرده که خیلی فرق داشته با اصفهانایی که امروز هستش. نائین حبیبیان، این هم یک ناین حبیبیان دیگه. و آخرین عکس، این یک نوع فرشه بهش میگن صوف، نقش برجسته هستش، معمولا کاشانه و تمام ابریشم هستن، خیلی به ندرت میشه اینا رو سالم میشه پیدا کرد، خیلی سخت میشه پیدا کرد یک صوف سالم باشه، معمولا میشکنن، ترک میخورن به خاطر ظرافت زیادی که دارن. به این نوع فرش میگن فرش وقوق، به خاطر نقشه‌ای که داره، حالا وقت نیست که توضیح بدم چرا به میگن وقوق دیگه. این هم یک کرمان بسیار زیباست، احمدشاه در حین شکار، من خیلی فرش دوست دارم، انواع و اقسام حیوانات رو داره میکشه، تا حدودی به وقوق شبیه هست، البته این فرش دیزاینش به وقوق، سوارکاران هستن در شکارگاه، این خرس فکر میکنم، فرش جالبیه. و در پایان این آخرین عکسی که برات دارم، این گرونترین فرشیه که در تاریخ فروش رفته، یک فرش کرمان هستش از خانواده ویز، از خانواده گلدانی، به مبلغ 33 میلیون دلار در حراجی سادویز در نیویورک چند سال پیش فروش رفت. این رو هم و تموم شد خانم ورزی بیار. مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خیلی استفاده کردید. بخشید اگر طول کشید سرتون درد بود. خواهش بکنم، نخیر، خیلی هم جالب و قابل استفاده بود و ارزنده بود. منتها ما چون همیشه سخنرانی همون یک ساعت هست و مال شما دقیقا دو ساعت شد، حقش بود ما اینو در دو جلسه میکردیم که بیشتر بتونن افراد استفاده بکنن. سوالایی هستش، خیلی استفاده کردید، مرسی بهروز، چون خیلی عالی بود، شما چون معلوماتتون خیلی زیاده در این زمینه و خیلی واقعا استاد هستین در این زمینه، خب مطالبتون هم مسلماً به همون نسبت زیادتر میشه. خواهش میکنم. زمینم خواستم بگم خانم آقای بهروز هم اینجا تشریف دارن، خانم حاله نیاکا، دستت تکون بده خانم حاله.